الها برتر از آنی که من گویم تویی بر من پدر، کذب محض از قصه تسلیس تو از آن با خبر. تو فرستادی مرا بر قوم موسی تا که من این یهودان و نصاران را بسازم با خبر. بار الها من به این امت بگفتم عبد تو پیغمبرم، حرف و پیغامت رساندم و از محمد هم خبر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید به برنامه دیگری از قرآن کریم و کتاب مقدس مسیحیان. امروز در خدمت شما هستیم در روز یکشنبه به وقت 12 ظهر کالیفرنیا. انشاءالله که شما عزیزانم در پاهای تلویزیون نشسته باشید و برنامه رو با هم مشاهده کنیم و طبق معمول بتوانیم یاد بگیریم چیزهایی که در قرآن کریم آمده و مسائلی که در کتاب‌های به اصطلاح مقدس آنها را با هم مقایسه می‌کنیم. قبل از آن اجازه بدهید که آیه بشنویم از قرآن کریم، سوره مائده آیه 45، بعد برنامه را انشاءالله شروع خواهیم کرد. صدق الله العلی العظیم. و سوره مائده، اجازه بدید که معنی اون هم با هم مرور کنیم و ببینیم که در این سوره مبارکه در آیه 45 خداوند متعال چه می‌فرماید. و در پی آنها، یعنی در پی پیامبران پیشین، عیسی پسر مریم را فرستادیم که تصدیق کننده توراتی بود که پیش از او فرستاده شده بود و انجیل را که در آن هدایت و نور بود به او دادیم که تصدیق کننده تورات پیش از او بود و هدایت و موعظه‌ای برای پرهیزکاران بود. صدق الله العلی العظیم. از سوره مبارکه مائده. بله، خب این بحث امروز ماست که همونجور که ما میبینیم بعد از آن پیامبران خداوند متعال میگه عیسی ابن مریم آمد و او خود تصدیق کننده تورات بود. بحث ما اتفاقا امروز هم در این مورد است که همونجور که بارها خدمت شما عزیزان گفتیم، دین خدا یکیست و از زمان حضرت آدم تا حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم خداوند هدفش راهنمایی و هدایت مردم می باشد به وسیله پیامبران، به وسیله کتابهای آنها و به وسیله معجزات آنها. خب بحث امروز ما هم راجع به این خواهد بود. ما انشاءالله به تورات خواهیم رفت در کتاب تثنیه یا دودرانمی، راجع به همین هم صحبت میکنیم که در زمان حضرت موسی علیه السلام چه صحبتهایی حضرت موسی با مردم خود میکرد، چه پیغامی را از طرف خداوند متعال به مردم داده بود که حضرت عیسی آمد و آنها را هم دنبال رو بود. بعد هم که ما میبینیم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خود کتاب قرآنی که از طرف خداوند به اون نازل شد، میبینیم که خود کامل کننده مکمل تورات و انجیل می باشد. همونجور که شما عزیزانم می دانید، من وقتی که راجع به این صحبت کردم، شما عزیزان می توانید وارد بحث بشوید. اگر سوالی دارید، اگر جوابی برای سوالهای قبلی ما دارید، خوشحال می شویم از شما هم بشنویم و انشاءالله که بتوانیم طبق هر
جلسه گذشته با هم اینجا چیزهایی رو یاد بگیریم. در ضمن امروز باز برنامه ما توسط رویال پلاس و زمزم مارکت خدمت شما عرض کنم که اسپانسوریش از طرف این دو محل بسیار عالی است و شما عزیزانم همونجور که من گفتم اگر همت کنید و بتوانید برنامه های این تلویزیون اسلامی و مردمی را اسپانسر بشوید در هر برنامه‌ای که دوست دارید. حالا اگر اینجا من واقعا از رویال پلاس و زمزم مارکت تشکر فراوان دارم که چندین هفته است میتونه برنامه های من و ایشون جناب صدیقی عزیز اسپانسری میکنن، خدا ایشالله ایشان و خانوادهشون عزت بده و منم واقعا از این دو محل بسیار عالی که برای افغانها، ایرانها و تمام مسلمانان جهان که میتوانید از این دو محل استفاده کنید و خدمت شما عرض کنم که همونجور که میدانید به عزیزان مسلمان هم از اون طرف کمک میشه و هم از این طرف و من واقعا تشکر فراوان دارم از رویال پلاس، از مدیریتش و خدمت شما عرض کنم که زمزم مارکت. خب برنامه امروز رو همونجور که من گفتم وقتی به این آیه مبارکه مائده ما رفتیم در سوره مائده، حالا ببینیم که در خود تثنیه حضرت موسی وقتی که با قومش داره صحبت میکنه چی میگه راجع به حقانیت خدا؟ آیا چیزهایی رو که حضرت موسی علیه السلام میگه چیزهایی است که حضرت عیسی علیه السلام دنبال روی آن بود یا شخصی اسم پولس که ما میدونیم که خود را بنیانگذار مسیحیت مینامد؟ ما میرویم به تثنیه یا دودرانمی چپتر 4 یا چپتر 4، سر عنوان آن هست موسی قوم را ترغیب به اطاعت میکند. ترغیب به اطاعت. میگوید که اکنون ای اسرائیل، حضرت موسی میگوید به قوانینی که به شما یاد میدهم به دقت گوش کنید و اگر میخواهید زنده مانده به سرزمینی که خداوند خدای پدرانتان به شما داده است داخل شوید و آن را تصاحب کنید، از این دستورات اطاعت نمایید. قوانین دیگری به اینها نیفزایید و چیزی کم نکنید، بلکه فقط این دستورات را اجرا کنید، زیرا این قوانین از جانب خداوند خدایتان می باشند. ببینید صحبتیست که حضرت موسی علیه السلام بعد از بیرون آوردن بنی اسرائیل از مصر از زیر سلطه فرعون داره اینها رو به وسیله خداوند که به او وحی شده داره برای مردم میگوید و چقدر زیباست، میگه از این دستورات اطاعت نمایید. همیشه باید از دستور، قانون و حکم خدا و شریعت خدا به قول معروف چیکار کرد؟ اطاعت کرد. و میگوید قوانین دیگری به آن نیفزایید و چیزی از آن کم نکنید. همونجور که ما بارها هم گفتیم متاسفانه در تورات، در این کتاب‌های تورات و انجیل چیزهای اضافه و کم شده، ما اینو بارها هم گفتیم. حتی می‌بینیم که خود حضرت موسی در همین کتاب در تثنیه در یکی از کتاب‌های تورات داره اینو به مردم توصیه می‌کنه که این قوانین خداست، آن را اطاعت کنید و به آن نیفزایید یا چیزی رو از آن کم نکنید. حالا ببینیم در اینجا داره خدمت شما عرض کنم که چی میگه. به یاد آورید آن روزی را که در کوه حریب در برابر خدا ایستاده بودید و او به من گفت مردم را به حضور من بخوان و به ایشان تعلیم خواهم داد تا یاد بگیرند، همیشه مرا احترام کنند و دستورات مرا به فرزندانشان بیاموزند. این خداوند میگه، یعنی ببینید هر دستور و حکمی را که خداوند میده همیشه نه تنها برای اون قوم همان زمان است، برای که این برای نسل‌های بعدی آنها هم هست که همه با هم به صورت تقوا به تقوا نزدیک بشوند، به هدایت خدا بیشتر نزدیک بشوند. او قوانین را که شما باید اطاعت کنید، یعنی ده فرمان را اعلام فرمود خداوند متعال و آنها را بر دو لوح سنگی نوشت. آری در همان وقت بود که خدا به من دستور داد قوانینی را که باید بعد از رسیدن به سرزمین موعود اجرا کنید به شما یاد ده. خب ما میبینیم خداوند سرزمین موعود را وعده کرد
و حضرت موسی و قوم او بنی اسرائیل، و میبینیم که اون ده فرمان هم آمد و در ده فرمان هم ما میدونیم خداوند متعال چه دستوراتی رو برای مردم نوشته بود، به وسیله حضرت موسی آن را به مردم ابلاغ کرد. و یکی از آن مسائلی که خیلی مهم است نهی از بت پرستی است، که این امروز به قول معروف شاکلید سخن ماست، که ما اگر چپتر همون چهارم از ورس 15 هم شروع کنیم، خواهش میکنم از شما عزیزان ببینیم که خداوند وقتی با موسی صحبت کرد و این دستورات را داد، موسی چه چیزهایی را به قوم خود داره میگوید. میگوید که 4:15، شما در آن روز در کوه حریب وقتی که خداوند از میان آتش با شما سخن میگفت، شکل و صورت او را ندیدید. شکل و صورت او را ندیدید، پس مواظب باشید. پس ببینید خیلی این مسئله مهمه، این مسئله شاکلیدی اینجا واقعا اینه. حضرت موسی دارن میگن وقتی صدای خداوند را ما شنیدیم، وحی از آسمان اومد، از میان همان آتش، درخت، شجره یا هر چی رو که شما اسمش بخواید بذارید، این میگه که ما صدای خداوند را شنیدیم ولی شکل و صورت او را ندیدیم. این حضرت موسی میگه پس مواظب باشید. 16، مبادا با ساختن مجسمه ای از خدا خود را آلوده سازید. توجه کنید، یعنی با ساختن بتی به هر شکل، ساختن بتی به هر شکل، چه به صورت مرد، دقت کنید خواهرم و برادران عزیز من، چه به صورت مرد یا زن، و چه به صورت حیوان یا پرنده، خزنده یا ماهی، و همچنین وقتی به آسمان نگاه می کنید و خورشید و ماه ستارگان را که خدا برای قوم‌های روی زمین آفریده است می بینید، آنها را پرستش نکنید. خب ببینید خیلی ساده حضرت موسی به بنی اسرائیل چه میگوید؟ میگه ما صورت شکل خدا را ندیدیم، نمیبینیم، نمیتوانیم ببینیم، پس مبادا شما مجسمه ای بسازید که چه به صورت مرد باشد یا زن باشد یا خزنده باشد، ماهی باشد، و هر شکلی که شما در نظر بگیرید، و همچنین وقتی به ماه و ستاره در آسمان می‌نگرید، مبادا آنها را بپرستید، چون اینها را خداوند خلق کرده برای راحتی مردم. خدمت شما عرض کنم که جالب است اینجا در 35 این میگوید خداوند این کارها را کرد تا شما بدانید فقط او خداست. در 35 چپتر 4، خداوند این کارها را کرد تا شما بدانید که فقط او خداست و کسی دیگر مانند او وجود ندارد. و در 39 می‌فرماید پس امروز به خاطر آرید و فراموش مکنید که خداوند هم خدای آسمان هاست و هم خدای زمین، و هیچ خدایی غیر از او وجود نداره. بعد ما دیدیم که در سوره مبارکه آل مائده در 45 خداوند گفت که چه شد؟ حضرت عیسی علیه السلام بعد از آن پیامبران آمد که تصدیق کند بر تورات، توراتی که همونجور که حضرت موسی گفت با آن چیزی اضافه نکنید، از آن چیزی کم نکنید، ولی ما می‌بینیم متاسفانه این دوچار تحریف شد، ضد و نقیض ها با آن اضافه شد. خب ببینید این خیلی مسئله جالبی است. همونجور که ما بارها به شما گفتیم، ما هیچ وقت ادعامون برای این نبود که تمام کتاب مقدس، خدمت شما عرض کنم که تحریف شده است. خیر، ما گفتیم هست هنوز چیزهایی رو، سالیان سال هم بندم اینو عرض میکنم، هنوز چیزهایی وجود دارد در تورات عتیق که با قرآن کریم مطابقت دارد، چیزهایی در اناجیلی که به وسیله خدا میداند چه کسایی نوشته شده است، چیزهایی وجود دارد اگر آنها را به حضرت عیسی نسبت دادند که با قرآن کریم
مطابقت دارد. ولی متاسفانه بسیاری از نوشته های این کتاب مورد تحریف واقع شده. قرآن نیز آن را تایید می کند. خود کتاب های مقدس، خود مسیحی شناسان، خود آنهایی که تاریخ نویس مسیحی هستند، این را خدمت شما عرض کنم که با ما موافقن که خدا می داند چه کسانی آمدن و چه چیزهایی به این کتاب ها اضافه کرده اند و چه چیزهایی از آن برداشتن، که ما می بینیم بعد از سالهای سال هنوز با 5700 خورده اناجیل مختلف اینها هیچ کدام با هم یک جور نیست، مطابقت کامل ندارد. خب بحث ما بر این است که خداوند میگوید به وسیله حضرت موسی که مبادا شما مجسمه ای را بسازید که به صورت مرد یا زن باشد. خب ببینید، پس اینو داره چی نشون میده؟ همون چیزی که اسلام، ما در دین مبین اسلام هستیم و وجود خدا را هیچ کس واقعا نمیدونه چیست. ما ادعا نکردیم خدا مذکر است یا مؤنث، هیچ وقت ما اینو نمیگیم و همینجور میبینیم که در تورات هم این آمده که مجسمه ای نسازید که مرد باشد یا زن، یا شکل پرنده باشد یا شکل خزنده باشد، از دریا استفاده کنیم. همونجور که ما میبینیم، بارها هم صحبت کردیم، حتی در یکی از آیات ما به شما گفتیم که خداوند متعال از حضرت عیسی میپرسد آیا تو به مردم گفتی، اینو در جلسه گذشته ما صحبت میکنیم، آیا تو به مردم گفتی که تو و مادرت را به غیر از خدا خدایان دیگری بشناسن، که حضرت عیسی علیه السلام گفت خداوندا تو خود بهتر از این چیزا اطلاع داری، من هیچ وقت نمیتونم چنین حرفی رو زده باشم. خب ما میبینیم که در زمان تورات حضرت موسی علیه السلام این را دارد به مردم میگوید، چون خداوند از قلب مردم با اطلاع است، خداوند از همه چی آگاه است، خداوند خالق مطلق است، خداوند علم مطلق است، خداوند قدرت مطلق است. پس میدوند که روزی خواهد آمد که اینها چه میکنن پیامبر خدا را، نعوذ بالله، پسر خدا خواهند خوان یا خود خدا. پس بحث ما در این است که وقتی در خود تورات مانند کتاب تثنیه آمده است که هیچ مجسمه ای نسازید، هیچ شکلی را نسازید که شکل مرد و زن و ماهی و خزنده و پرنده و این حرفا باشد، پس ما میبینیم که متاسفانه در همین کلیساها این روزها همه جا ما مجسمه میبینیم، همه جا اشکال پرندگان را بر در و دیوار میبینیم، شکلهای زن و مرد مختلف را خواهیم دید. البته خب حضرت مریم علیه السلام رو گذاشتن، ولی اگر زن حضرت مریم علیه السلام به عنوان زنی باشد که پاکدامنی آن در قرآن تأیید شده است و مادر حضرت عیسی علیه السلام باشد، خب این به نظر من اشکالی ندارد که عکس حضرت مریم اگر جایی باشد، و البته همانجور که ما میدونیم عکسی در آن زمان نبود، عکاسی نبود، علمی نبود، ولی اگر با اون شکل اینا فرض کن یک همچه تصویر رو کشیدن، ولی اگر نه عنوانه که این زن نعوذ بالله مادر خداست، توجه میکنی، ولی اگر با عنوان حضرت مریم باشد، ولی این مجسمه هایی که ما در اینجا میبینیم و آن را با عنوان خدا نعوذ بالله گاهی اوقات گفته میشود، خب این از نظر نه تنها قرآن کریم، تورات را همین را میگوید، حضرت نوح هم همین را میگفت، حضرت آدم را همین میگفت. پس ما میبینیم که این ریشه دین، ریشه دینداری، ریشه تقوا، ریشه ایمان، همه اینها به هم مربوط است، همه اینها به هم یک نوع بستگی دارد. همونجوری قرآن کریم میفرماید که به ریسمان خدا چنگ بزنید و دین را چیکار نکنید؟ تفرقه ندهید، متفرق نشوید از هم دیگر. بارها ما این رو خدمت شما عزیزان عرض کردیم که دین خدا یکیست، ما ادیان نداریم. اگر کسی به شما برگشت گفت عیسی به دین خود، موسی به دین خود، اینها داستان است. اگر کسی آمد به شما گفت خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، اینها داستان است. اگر کسی آمد به شما گفت خدمت شما عرض کنم که به مسجد چرا کمک میکنید، به خانه رواست، اینها داستان است. چون ایمان قلبی انسان، وقتی انسان ایماندار شد، بارها اینو به شما گفتیم،
ایمان فقط اظهار کلامی نیست، صحبتی نیست که یه عده میان میشینن و پایین تلویزیون ها برای شما این رو خدمت شما عرض کنم که بحث میکنن آقا بهشت و جهنم چیه، کار خیر انجام بده، نماز چیه میخوانی، نمیدونم خدمت شما عرض کنم روزه چیه، حج چیه میروید، پولش بدهید به فقرا. همه فتوا میدن، همه مفتی شدن، خواهران برادر نزد من همه در این دوره مفتی هستن، فتوا میدن که آقا حج نروید یا روزه نگیرید یا زکات ندهید یا خدمت شما عرض کنم که حضرت رسول هم مانند شما یک شخص معمولی. ببینید اینها با دستورات قوانین احکام خدا اینها چی داره؟ مغایرت داره. دین را باید از دینداران شناخت. تمام کسانی که زندگی خود رو وقف این کردن که مردم به سعادت برسن، خواهر و برادر عزیز من، نمونه بزرگ این حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. ما میبینیم در دوره جاهلیت حضرت رسول آمد، در دوره جاهلیت، در زمانی که دختران خود را زنده به گور میکردن، در زمانی که بت پرستی همه جا رایج شده بود، چنین شخصی، چنین مرد بزرگواری که میاد و زندگی خود را وقف این میکند که مردم هدایت بشوند، بعد ما چطور به خود جرأت میدهیم که بیاییم بنشینیم و فتوا بدهیم؟ خیلی ها هستن متاسفانه اشخاصی هستن درس خوانده، انسان تعجب میکنه درس خوانده، ولی وقتی اسم حضرت رسول الله رو بیان میکنن انگار نعوذ بالله دارن با یک شخص معمولی رو دارن صحبت میکنن، درسی که خود قرآن کریم میفرماید که حضرت رسول را به اسمش در خیابانها و بازارها داد نزنید. خود قرآن کریم حضرت رسول الله را نبی الله، رسول الله، رسول الله، حبیب الله، خیر خلق الله، همین القابی رو که قرآن کریم به حضرت رسول میدهد. خداوند ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. خود خداوند متعال و ملائکتش درود و سلام به حضرت رسول میفرستن، میگه این مؤمنین شما هم تبعیت کنین، نه تنها این کار را بکنید دستور خدا را، بلکه تسلیم حضرت رسول باشید، تسلیم باشید. اگر حضرت رسول به ما فرمودن که نماز را بخوانید، اگر فرمودن روزه بگیرید، اگر فرمودن حج بروید که تمام این قوانین در کتاب آسمانی ما آمده، ما چه هستیم که بخوایم دیگه رو این تبصره بگذاریم؟ خیلی انسان باید دقت کنه. ولی ما رسیدیم اونجایی که خداوند میفرماید به حضرت موسی در تثنیه که خاطر آورید و فراموش نکنید که خداوند هم خدای آسمان ها و هم خدای زمین است و هیچ خدایی غیر از او وجود ندارد. ببینید میگوید هیچ، وقتی میگوید هیچ، باز در 35 خواندیم خداوند اینها را کارها را کرد تا شما بدانید که فقط او خداست. خب اگر میتونست اینجا بگه خداوند این کارها را کرد تا شما بدانید او خداست، چرا میگوید فقط؟ فقط چرا در این در آیه 39 میگوید که خداوند هم خدای آسمان و هم خدای زمین است که هیچ خدایی غیر از او وجود ندارد؟ که انسان به گمراهی نیفتد، خواهر و برادر عزیز من، خداوند احتیاجی به شریک ندارد، خداوند احتیاجی به پسر ندارد، خداوند احتیاجی به دختر ندارد، خداوند احتیاجی به مشاورت ندارد. ما این که احتیاج داریم، خداوند صمد است، اینو ما بارها بارها صحبت کردیم.
پس کسانی که اگر یکتایی خداوند متعال را میپذیرند، قبول دارند خدا یکیست، دیگه بغل دست آن در جوار آن تبصره نباید بیارن. ما تبصره نداریم، ولی اینجا نه، ولی ندارن. خداوند احد است اگر همه میپذیریم، خداوند صمد است اگر همه میپذیریم، خداوند زاییده نشده است و نمیزاید اگر همه بپذیریم. خیلی چیز ساده است. اگر ما خداوند را پذیرفتیم، خداوند را باید به احد بودن او بپذیریم. ولی اگر ما میاییم و میگوییم خداوند یکیست ولی دارای سه شخصیت، نعوذ بالله، چرا بیان؟ چی را داریم بیان میکنیم؟ یعنی چه سه شخصیت؟ چرا چهار شخصیت نیست؟ چرا پنج شخصیت نیست؟ برای که اگر ما گاهی بخوایم به مقاصد خود برسیم، خب برمیداریم ضرب و تقسیم را هم عوض میکنیم، دو دوتا چهار تا را میکنیم، دو دوتا پنج تا یا شش تا، چون اگر بخوایم به اون مقاصد خود برسیم. ولی تورات قبل از انجیل بوده، این ما میدانیم. حضرت موسی قبل از حضرت عیسی علیه السلام بوده، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بعد از حضرت عیسی بوده. خیلی واضح است. ما نمیخواد گاهی اوقات انسان به مسائلی پیش بره که ما دیدیم گاهی اوقات متاسفانه یکی از اینهایی که خود را دگراندیش مینامند، دگراندیش، تازگی یه چیزی مد شده به اسم دگراندیشی، که هر دفعه یه چیز جدیدی مد میشه دیگه. در قرن 21 هم دگراندیشان آمدن. دگراندیشان ولی این هستن که نه، اینجا منظور از نماز نماز نیست، اینجا منظور از روزه روزه نیست، اینجا حج هم واجب نیست. همینجور دگراندیشی، دگراندیشان چه در هر لباسی باشن، انسان باید دقت کنه. خواهر و برادر عزیز من، اگر شما را خدا را وجود خدا یکتایی خدا میپرستید، تمام پیامبران خدا همین را گفته. شما نمیتوانید هیچ پیامبری رو پیدا کنید که شکی کند بر وجود خدا، در یکتا بودن خدا. هیچ کجا، کجا میتوانید پیدا کنید؟ یک شنام ببرید. حتی مسیحیان یا پولوسیان، در حقیقت من بگویم، اگر آنها آمدن و حضرت عیسی علیه السلام رو بعضی ها به عنوان پسر خدا می نامند، اگر یکتایی خدا رو قبول ندارن، خب اگر قبول داشتند دیگه مسئله پسر اینها میشه داستان. همه مخلوق خدا هستیم، همه از کن فیکون خداوند به وجود می آییم. شیطانی که بین 6 تا 7000 سال در خدمت خداوند بود، در خدمت خداوند به خاطر تکبر خود از درگاه خدا رانده شد. فقط تکبر. خیلی هم عبادتش از خیلی انسان‌ها بالاتر بود. همونجور که شما عزیزان می‌دونید، احتیاج به گفتن نیست، شیطان جن بود. ملائک هم نبود، از ملائک نبود، از جن بود، از جنس جن بود. ولی آنچنان در بارگاه خداوند این مقام پیدا کرده بود، واقعا مقام بالایی داشت، ولی به خاطر یک تکبر، به خاطر سجده نکردن به انسان، وقتی که خداوند متعال به او این امر رو گفت و او سر باز زد. خب همه ای ما این را میدانیم. اگر این همان خدای مسلمانان است و خدای خدمتشان یهودیان است و مسیحیان است، دیگه نباید وسط اون تبصره آورد. خواهر برادر زمن، اگر خدا یکیست، خدا یکیست. ولی اگر ما گفتیم، ببین، چون اینجا حتی در تورات میگه هیچ خدای غیر از او وجود نداره، چرا در تورات میگه هیچ؟ چرا در تورات از این که خدا دارای پسر است صحبتی نیست؟ چرا نیست؟
ما میبینیم که خب در زمان پیدایش مردم تصور میکردن که نمیدونم پسران خدا آمدن با دختران انسان روی زمین ازدواج کردن. خب اینا ببینید اینا داستانهایی است که مردم اون موقع در تفکراتشون بود. ولی وقتی که حضرت نوح آمد و اون کشتی رو پر کرد به دستور خداوند از هر جفتی، بعد به اون ساحلی رسید، به جایی رسید که مردم دوباره بتوانند خداشناسی رو از سر بگیرن و درک کنن که منظور از خداوند چیست، از این کشتی، از این طوفان، از پسر نوح. ولی ما اگر بیایم باز میبینیم متاسفانه انسان دو پا، انسانی که خداوند به او اختیاری محدود داد، عقل داد، شعور داد، 124,000 پیامبر فرستاد، الان دگراندیشی پیش آمده. الان بعضی از این کشیشان ایرانی ما عوض این که واقعا خداوند متعال و برای مردم بازگو کنن، یاد بدن، مردم رو به راه راست بیارن، دنبال مقاصد خود هستن. تا به کی انسان باید در این مسائل فرو بره؟ یا ما دیندار هستیم یا نیستیم. لا اکراه فی الدین، خود قرآن کریم میفرماید لا اکراه فی الدین، هیچ کسی مجبور نیست دیندار باشد. خداوند متعال بارها بارها ما گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین، این راهنمای متقین است. و گفتیم که که کسانی هستند؟ کسانی که به غیب اعتقاد دارند. غیب چیست؟ یکیش وجود خداوند است. همینجا حضرت موسی در تصنیه دارد میگوید که او را نمیتوانید ببینید به چشم خود، اون غیب است. به تمام پیامبرانی که فرستاده شده از طرف خداوند باید ایمان آورد، باید آنها را پذیرفت. به چیزهایی که به وسیله پیامبران خدا آمده، کتابهایشان، معجزاتشان، باید نماز برپا کرد، باید زکات داد. و ما میبینیم که خداوند بعد از تمام اینها میگوید که به معاد باید یقین داشت. اینجا یقین یک درجه بالاتر از ایمان، یقین به معاد. چرا؟ چون همونطور که ما میبینیم همه ما، همه انسان ها، همه مخلوقات خدا بر روی این کره خاکی بر امتحان هستند. هر کسی را درجه ایست، یکی امتحانش مشکلتر، یکی امتحانش سهلتر. این میماند که ما به اگر پرسون به کنکور دانشگاه میرویم یا داریم تخصصی میگیریم، امتحان است. اگر هرچه بیشتر خود را آماده کرده باشیم در آن امتحان موفق تریم. اگر شب قبل از امتحان یا ماهای قبل از امتحان، هفتهای قبل از امتحان برای ما تأثیری نداشت این امتحان، اگر نرفتیم، مرور نکردیم، خدمت شما مطالعه نکردیم، زحمت نکشیدیم، خب چه انتظاری داریم؟ خیلی چیز مشخصی است چه انتظاری خواهیم داشت. اگر تقلبی باشیم، بخوایم تقلب کنیم، خب ادم با تقلب جلو خواهم رفت متاسفانه، ولی عاقبت کار به کجا خواهد رسید؟ اگر کسی با تقلب کردن در امتحانی دکتر شد، وقتی که بیمار را جلوی او آوردن، آیا میتواند اینو معالجه کند یا باید به صفحه تقلبی خود برسد؟ باید فکر کرد. انسان واقعا خیلی مهم است که اگر دینداری رو قبول کردیم، اگر بر این بودیم که انسانهای متدینی باشیم، باید دین را همانطوری که خداوند متعال گفت چیکار کنیم؟ انجام بدیم. در صورت خطای ما باز هست،
همونجور که میبینید در روی صفحه تلویزیون. هر کدوم از شما عزیزان اگر میخواهید وارد بحث ما بشوید، سوالی در این مورد دارید، جوابی برای سوالهای گذشته ما دارید، یا نظری دارید، یا انتقادی دارید، ما خوشحال میشویم که از شما بشنویم. همونجور که من گفتم، من دلم میخواد واقعا این سلسله درسایی که با هم میخوانیم، چه از قرآن کریم چه از کتاب مقدس، با هم مروری باشد که از همدیگر چیز یاد بگیریم. هدف ما در اینجا این است، اینو ما بارها بارها به شما عزیزان گفتیم، خدای نکرده قصد ما اینجا توهین به مقدسات کسی نیست، خدا میداند، فقط ما میخواییم حقایق روشن بشود که ببینیم این خدمت شما عرض کنم که این حقایق در چیست، آیا در قرآن است، آیا در این کتابهای مقدس است، و چرا یک عده اینجور شدن، چرا یه عده خدمت شما عرض کنم که خدا را تقسیم میکنن، یا یه عده دگراندیش شدن، اینا علتش چیست؟ آیا حضرت رسول الله غیر از این که پیغام خدا را به مردم داد هدف دیگری داشت؟ خود قرآن کریم میگوید که وظیفه تمام انبیا تبلیغ خداست، ترساندن، بشار بشیر بودن و نذیر بودن است. اینا خود قرآن بارها بارها میگه، و همینجا میگوید که هیچ فرقی بین پیامبران خدا نیست. از نظر ما مسلمانان، ما همه پیامبران خدا را قبول داریم، همه را میپذیریم، همه را دوست داریم، همه را احترام میگذاریم، چون اگر ما این کار را نکنیم، اسم ما مسلمان نیست، اسم ما دیندار نیست. علاوه بر این، تمام قرآن را ما میپذیریم. شما عزیزانم میدانید همه مسلمان ها همه جای قرآن را میپذیرند. اگر شما به مسلمانی رسیدید و گفتن که این بخش رو من قبول دارم، این بخش رو قبول ندارم، ایشان مسلمان نیست، ایشان ایماندار واقعی نیست. این باید همین در کتاب های به اصطلاح مقدس هم باشه. اگر کسی خود را مسیحی واقعی میداند، نمیتواند عهد جدید را از عهد قدیم جدا کنند، نامه ها را از اناجیل جدا کنند، چون این کتاب را پذیرفتند. چندین هزار سال این قبل از کتاب مقدس قرآن بوده. اگر اشکالی در آن است، باید این بزرگاشون بشینن با هم و این مسائل را حل کنند، کمان که ما میبینیم در سالهای مختلف آمد و این به این اضافه شد و کم شد. اینو ما دیدیم. خب پس در هر صورت انشاءالله ما هدف ما در اینجا فقط یادگیری است. هدف ما این است اگر چیزهای هنوز در کتابهای به اصطلاح مقدس باقی است که با قرآن مطابقت دارن، با عقل بشریت جور در میاد، ما اونها رو هم بازگو میکنیم. ما اینجا نشستیم که دستمون روی نقاط کلیدی بذار به خصوص، نه، ما میخوایم ببینیم که حقیقت در چیست. همون که قرآن گفته، تورات رو خود حضرت عیسی علیه السلام تصدیق کرد، تصدیق کرد به اون تورات، و انجیلی که بر آن اومد. بعد ما میبینیم که حضرت عیسی علیه السلام خود از وجود مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم صحبت میکنه که بعد از من پیامبری میاد، در سوره مبارکه صف آیه ششم، و در همین کتاب‌های مقدس ما گفتیم در تثنیه هست، در اشیای نبی هست، در غزل غزل‌های سلیمان هست، در انجیل متی یک بار آمده، در انجیل یوحنا بارها آمده که از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صحبت میکنه، که همیشه مردم منتظرن یکی بیاد. ولی وقتی که حضرت رسول الله تشریف آوردن در این دنیا، ایشان شدن خاتم النبیین، خاتم الرسل، دیگه تبصری بعد از این نیست. خواهر و برادر زمن، هر کسی میخواهد باشد که بگوید خیر، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم خاتم نبیین بودن، ولی خاتم رسول هم بودن، برای همین یه رسول دیگه هم بود. بخوانیم
قرآن باید خوانده بشود به صورتی که بر آن تدبر، تفکر، تعقل بشود. خب اجازه بدهیم که یه وقفه میگیریم چند دقیقه ای، بعد که برگشتیم در دنباله قسمت دوم انشاءالله از شما عزیزانم میشنویم. تا چند لحظه دیگه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند. بایو نچرال هیلینگ کالج یا فاکولته علوم و علاج طبیعی از ایالت کالیفرنیا. بایو نچرال هیلینگ کالج توسط ارتباط کامپیوتری با 5 دیپلم و 5 سرتیفیکیت در رشته های مختلف. بایو نچرال هیلینگ کالج یا فاکولته علاج طبیعی تحت نظر پروفسوران ورزیده و مجرب. بایو نچرال هیلینگ کالج برای درمان سلامتی جسمی با آرامش روحی و عقض تخصص در این رشته ها. برای معلومات بیشتر با وبسایت bionaturalhealingcollege.com و یا تلفن 909-242-6342 در تماس شوید. بایو نچرال هیلینگ کالج، مرکز تخصص در علوم طبیعی. گیرس، رستوران گیرس با صرف انواع غذای حلال ترکی، عربی و مدیترانه‌ای در خدمت شما. رستوران گیرس با تجربه و سابقه چندین ساله و سرویس عالی. همچنان گیدرز برای هر نوع کیترینگ محافل و مجالس شما با قیمت‌های مناسب آمادگی کامل دارد. آدرس 3864 ماوری اوینیو، فریمان، کالیفرنیا، تقاطع فریمان بلوارد و ماوری اوینیو، مقابل بیگ 5 و کینکوز. تلفن تماس 510-494-9944. به خاطر داشته باشید که گیرز آردرهای شما را از طریق تلفن و آنلاین با مراجعه به وبسایت www.gatorsfremont.com نیز دریافت می نماید. ذائقه و طعم غذا در گیرز که از کیفیت دیگر برخوردار است. گیرز. آژانس مسافرتی چوای سری، محل فروش ارزان‌ترین و مناسب‌ترین تکت‌های هوایی به سراسر جهان با خطوط معتبر امارات، لوفتانزا، ترکش و ده‌ها شرکت هوایی دیگر. اگر آرزوی مسافرت به افغانستان را دارید، اگر برای ادای حج عمره می خواهید از پکیج های ارزان استفاده نمایید، قبل از تماس با سایر آژانس های مسافرتی فقط یک بار با بلقیس اشباری در آژانس مسافرتی چوای سری در تماس شوید. قیمت ارزان، سرویس عالی و برخورد دوستانه شعار ماست. شماره اطلاع 510-494-9444. يا الله يا رب العالمين. فردوس حج و عمره گروپ. فردوس حج و عمره گروپ با پکیج مخصوص سال 2017 برای 10 روز اقامت. تاریخ پرواز از سان فرانسیسکو یا لس آنجلس به جده 25 جنوری سال 2017 و برگشت از مدینه منوره به تاریخ 6 فوریه. این پکیج استثنایی با قیمت $2,850 برای یک نفر شامل 5 شب اقامت در مکه مکرمه
و 5 شب اقامت در مدینه منوره در هتل های 5 ستاره نزدیک حرمین شریفین با بوفه صبحانه در نظر گرفته شده است. فردوس حج و عمره گروپ با تیم مجرب، صادق و کارازما و قیمت های مناسب آماده خدمت به شما هموطنان عزیز می باشد. برای معلومات بیشتر و عقض ویزا هر چیز زودتر با تلفن 510-673-410 و یا 510-298-0646 و یا ایمیل firdaushaj@gmail.com در تماس شوید. سفر با فردوس حج و عمره یعنی آرامش و اطمینان خاطر. یا رب العالمین، یا رحمان و یا رحیم. اندر این شهر سرپناهی نیست، هیچ کس را به ما نگاهی نیست. جامعه گرم و منزلی راحت، خود نبود است و هیچ گاهی نیست. افغانان خیراندیش، ورود زمستان در وطن یعنی ورود اندوه و پریشانی برای خانواده های بیپناه و آواره ما که توانمندی گرم نگه داشتن اطفال، خیمه های فرسوده و کلبه های گلی غریبانه خیش را ندارند. خیریه پناه باز هم در تلاش رسانیدن مواد تسکینی به حد اقل 1500 خانواده محتاج، کمپل ها به خانمان بیوه، مواد غذایی به نیازمندان و البسه گرم به صدها طفل یتیم و بی‌پناه ما در وطن بوده و چشم برای دریافت صدقات و زکات شما سخاوتمندان برای پیش برد این امر خیر می باشد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام مجدد خدمت شما خواهران و برادران عزیز، مسلمانان، مسیحیان و کسانی که این برنامه رو میبینید. انشاءالله که همه صحیح و سالم باشید. و در قسمت اول صحبت کردیم از کتاب تثنیه و آیه ای از قرآن کریم سوره مائده 45 که خداوند متعال میگوید که حضرت عیسی علیه السلام خود تصحیح کننده تورات بود، توراتی که همونجور که ما میدانیم اگر دست نخورده باشد متاسفانه همونجور که ما میدانیم بسیاری از آیات آن و نوشته های آن تحریف شد و چیزهای آن اضافه شد، چیزهای از آن کم کردند و آنها را به خداوند متعال نسبت دادند که به خدا دروغ بستند. و اینو ما میبینیم که در قرآن کریم هم بارها بارها ما این رو شنیدیم و خواندیم و دیدیم. و رفتیم به تثنیه در چپتر خدمت شما عرض کنم که چهارم تثنیه و مسائلی رو که حضرت موسی علیه السلام به قوم میگفت بعد از اینکه ده فرمان خدا به آنها آمد و دستوراتی رو که در دو لوح همونجوری که ما میدانیم به وسیله خداوند به حضرت موسی وحی شد و ایشان هم برای مردم آنها را بازگو کرد، کسانی رو که از زیر سلطه فرعون و فرعونیان حضرت موسی نجات داد، بیرون آورد و قرار بود که به سرزمین موعود آنها را برساند و این دستورات احکام شریعت خدا را برای آنها بازگو میکرد. و خوشا به سعادت کسانی که توانستند در این راه خدمت شما عرض کنم که راه راست بمانند و دستورات خدا را انجام بدن. بعد ما میبینیم که اون مسائل هم پیش آمد، سامری آمد و گوساله ساخت که اون باز یک مسائل دیگه است که در زمان حضرت موسی علیه السلام و هارون علیه السلام اتفاق افتاد و اون هم یک مسائل جدایی است. ولی خدمت شما عرض کنم که بحث ما بر این بود که خود تورات هم داره اینو به ما گوشزد میکنه، بعضی چیزایی که در تورات هنوز باقی مانده که خدمت شما عرض کنم که قدرت خداوند و خدمت شما عرض کنم مطلق بودن خداوند و شریک نیاوردن به خداوند، همه اینا در کتاب هایی که دست نخورده باشه همین است، یعنی چیز دیگه غیر از این نمیتونه باشه. همونجوری که ما گفتیم
خداوند متعال نمیاد به حضرت نوح بگوید که من یکی هستم، بعد به حضرت موسی بگوید که من دارای پسر هستم. چنین چیزی نیست. ما میبینیم که در خود قرآن کریم هم آمده که خداوند میفرماید که به حضرت رسول بگو اگر خدا دارای پسری بود من اول از همه خودمون را دوست داشتم و قبول میکردم تا سایرین. پس ما میبینیم که این مسئله خدا تثلیث و این مسائل از نظر تورات کاملا مردوده و از نظر قرآن کریم هم همینجور و از نظر خود مسیحیانی که حضرت عیسی رو میپذیرن به عنوان پیامبر خود، به عنوان راهنمای خود از طرف خداوند، آنها هم این را پذیرفتن که حضرت عیسی جز وحی خدا چیزی نمیگفت و خود حضرت عیسی نه تنها در قرآن کریم که بارها خداوند از او سوال میکند و خودش میگوید خدای من شما را بپرستید که غیر از او هیچ کسی وجود ندارد، در بسیار از آیات این کتاب های اصطلاح مقدس هم همین حرفا رو حضرت عیسی علیه السلام زده است، بخصوص در انجیل یوحنایی که اینقدر خدمت شما عرض کنم مورد بحث این کشیشانی است که خدمت شما عرض کنم که هی ادعای آنچنانی میکنن. ما میبینیم بارها حضرت عیسی میگوید که من هرچی میگویم از خودم نیست، از خدایی است که منو فرستاده، از پدر آسمانی است که منو فرستاده. مدرو زمان و آخر وقت را میپرسن چه زمانی دنیا به آخر میرسد، میگوید من نمیدانم. از اون مسائل خیلی بسیار ساده ای را که خداوند به ایشان اجازه ای اون کار نداده باشه نمیدونسته. خداوند به اذن خود اگر میخواهد غیبی رو هم به بعضی از پیامبران خود بنمایاند، به اندازه، به اذن خود، به جای و حتی که خودش صلاح میداند با اون پیامبران این کار را میکنند. حتی ما گفتیم که ما اختیار داریم، خداوند به ما عقل داد، خداوند پیامبران رو فرستاد، خداوند این بدن انسان که وجود داره به ما هم اختیار داد که راه خوب و بد خداوند هدایت میکنه، ولی اختیار ما هم محدود است. همین اختیاری رو که ما داریم محدود است، چون اگر اختیار ما محدود نبود ما چه میدونیم، یعنی خودمون میدونیم کی خواهیم مرد؟ نه. پس علم ما، اختیار ما، چیزی که ما باید انجام بدیم اون هم محدود است. قدرت مطلق خداست، قدرت مطلق خداوند متعال است. خب حالا که ما دیدیم که اینجا خداوند به حضرت موسی گفت که من خدا هستم، هیچ خدایی را غیر از من نپذیرید، من به شما ده فرمان دادم، اینه ما یخته بازترش میکنیم در چپتر پنجم. ببینیم خداوند اینجا چه گفته دوباره راجع به همین مسائل. میگوید که در چپتر پنجم ورس ششم، من خداوند خدای تو هستم، همان خدایی که تو را از اسارت و بندگی مصر آزاد کرده. اینو داره خداوند میگه به حضرت موسی، من خداوند خدای تو هستم، خدایی که تو را از اسارت و بندگی مصر آزاد کرد. در هفتم، تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. باز بسیار ساده راحت، تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. در هشتم، هیچ گونه بتی، مجدد این رو باز کرده، هیچ گونه بتی به شکل حیوان یا پرنده یا ماهی برای خود درست نکن، در برابر آنها زانو نزن و آنها را پرستش نکن. ما میبینیم در کلیسا، مخصوصا کلیسای کاتولیک، که اینا زانو میزنن و چی رو پرستش میکنن؟ بتایی به شکل حیوان، پرنده، انسان، مرد، زن. یه این کار را نکن. این از دستوراتی است که خداوند به حضرت موسی داده است. در یازده، از نام من که خداوند خدای تو هستم سوء استفاده نکن. ببینید چقدر جالب، ما گفتیم منو چیزهایی هستن در این کتابهای به اصطلاح مقدس، به خصوص در تورات، که با قرآن مطابقت داره. از نام من که خداوند خدای تو هستم سوء استفاده نکن، اگر نام مرا با بی احترامی بر زبان بیاوری یا با آن قسم دروغ بخوری تو را مجازات میکنم. خیلی ساده،
اگر نام مرا با بی احترامی بر زبان بیاوری یا با آن قسم دروغ بخوری تو را مجازات میکنم. قابل توجه کسانی که انسانها را گمراه میکنی. خدمت شما عرض کنم که باز میگوید در 16 در 16 همین چپتر 15، پدر و مادر خود را احترام کن، زیرا این فرمان خداوند خدای توست. ببینین این هم ما در قرآن میبینیم که چقدر خداوند تأکید میکند برای احترام و دوست داشتن پدر و مادر. خیلی حتی ببینین در یک جا بعد از نام خودش خداوند متعال میفرماید که چیکار کنید؟ احترام مادر رو داشته باشید، ما نا اف نگویید، احترام پدر و مادر رو داشته باشید. حتی خداوند در قرآن میفرماید اگر پدر و مادرشون در دین شما نیستن، احترامشون رو باید داشته باشید، باید ریسپکت کنید پدر و مادر رو. ولی میگه اگر دیدین شما رو از دین دارن باز میدارن و حرفشون گوش نکنید، اونجا میتوانید، چون اگر شما رو از خدا دارن باز میدارن، بله میتوانید اونجا به قول معروف گوش نکنید به گفتهاشون، ولی دلیل نیست که پدر و مادر را احترام نگذارید. هر پدر و مادری قابل احترام است. اینو خداوند متعال در قرآن میگه و اینجا ما میبینیم که حتی در تورات این آمده. بعد خیلی جالب است 17 میگه قتل نکن. این همین دستورات 10 فرمانی است که خداوند متعال داده بود به حضرت موسی. قتل مکن، زنا نکن، دزدی نکن، دروغ نگو، چشم طمع به مال و ناموس دیگران نداشته باش و به فکر تصاحب غلام، کنیز، گاو، الاغ، زمین و اموال همسایه خود نباش. خب این دستورات 10 فرمانی است که خداوند متعال به حضرت موسی داده بعد از رهانیدن قوم از زیر چنگ جناب فرعون. خب این دستوراتی که خداوند داده، آیا الان همونجور که ما میبینیم گاهی قاد از این پولوسیان عزیز که بله اون قوانین اون دوره بوده، الان دیگه احکام و شریعت خدا به درد نمیخوره، اینا میگوین اینا همه میخوب شد به صلیب حضرت عیسی علیه السلام، دیگه شما هر چی دلت میخواد بخور، هر کاری دلت میخواد بکن، هر جا دلت میخواد برو، آیا چنین است؟ یعنی اگر قوانین 10 فرمان را شما زیر پا بگذارید میتوانید؟ چون خود پولس از من برای شما در جلسات متعدد خواندم که اگر قانونی نبود احتیاج به شکستنش نبود. یعنی در اینجا میگه پدر و مادر خود را احترام کن زیرا این فرمان خداوند خدای توست. اگر خداوند نمیگفت، پولس منظورش این است، پولسیان منظورش این است، اگر خداوند نمیگفت که پدر و مادرت را دوست داشته باش، ما احتیاج نداشت که دوست داشته باشیم. چرا خداوند این قوانین رو میگذاره و چی گفته این قوانینو که بت نساز، مجسمه نساز به صورت مرد و زن، زانو نزن جلوش، خدمت جان قتل نکن میگه. خب اگر شریعت و احکام خداوند میخکوب شد، پس الان منظور این که قتل میشه کرد، بی احترامی به پدر و مادر میشه کرد، زنا میشه کرد، دزدی میشه کرد، دروغ میشه گفت و چشم طمع به مال و ناموس دیگران میتوانید داشته باشید و تمام صاحب تمام اموال همسایگان خودتان میتونید. میبینیم که متاسفانه همین روزها متاسفانه این مسائل میبینیم و چشم خود. چقدر درجه این که پدر و مادر مورد بی احترامی قرار میگیرن در همین غرب، چون وقتی گفته شد که احکام شریعت دستورات خدا به صلیب میخکوب شد، خب میبینیم کسی به پدر و مادر احترام نخواهد گذاشت. میبینیم چقدر درجه قتل بالاست، چقدر زنا بالاست، چقدر دزدی بالاست رقمش،
چطور دروغ مانند آب خوردن است برای مرد و حمله و تصاحب کردن اموال همسایگان به ناموس دیگران. خب اینا رو میبینیم برای اینکه مردم از فرمان خدا دور شدن، از فرمان خدا دور شدن. این فرمانی است که در زمان حضرت موسی بوده. آیا اینها هیچ کدام از اینها با قرآن کریم مغایرت داره؟ خیر، قرآن کریم هم همین را میگوید، قرآن کریم را همین را میگوید. به خدا شرک نیاور، پدر و مادرت را احترام بگذار، خدا را با بی احترامی یاد نکن، قتل نکن، زنا نکن، دزدی نکن، دروغ نگو، همسایت را دوست داشته باش، به مال مردم تجاوز نکن، به ناموس مردم چشم نداشته. همین چیزهایی رو که ما میبینیم در قرآن کریم هم هست. چطور ما بین این تورات و قرآن کریم ناگهان تمام این چیزها متلاشی میشوند؟ فکر کنید خواهر و برادر زمان، چطور قانون قانون بی قانونی میشوند؟ چطور دیگه از این مسائل صحبت نمیشود؟ چطور احکام خدا از بین میرود؟ دیگه شریعتی وجود ندارد، دیگر کسی نمازی نمیخواند، روزهی نمیگیرد، زکاتی نمیدهد، فقیری را دست نمیگیرد، یتیمی را سرپرستی نمیکند، مال مردم را میخورد، چشمش به ناموس مردم است، دزدی میکند، زنا میکند، قتل میکند، دروغ میگوید. خب برای این که در این کتابهایی که ما بریم به قسمت عهد جدید، به خصوص نامه ها، حالا خود در اناجیل باز حضرت عیسی علیه السلام خیلی مردم را بشارت و به قول معروف اون ترساننده است و به قول معروف بشارت دهنده، که حتی حضرت عیسی علیه السلام در اناجیل میگوید که اگر یک چشم تو گناه کرد، بهتر است که این چشم را در بیاوری، بیرون بیاندازی، با یک چشم وارد جهنم شدی تا با این تو چشم گناه کار. یا دست تو اگر این کار رو کرد. ولی چطور می شود در نامه هایی که به این کتاب اضافه شده به عنوان کلام خدا، که با تمام جسارت بعضی ها از این خود را خادم می دانند و میان اینا را به صراحت می خوانند، که رومیان، نمی دانم، غلاطیان، افسسیان، عبرانیان، کلام خدا این را می گوید، کلام خدا این را می گوید، کلام، چطور این کلام خدا میتواند باشه؟ کسی که شریعت خدا را قبول ندارد، کسی که قانون را نمیپذیرد، کسی که برایش نشست و برخاست با مسیحی، یهودی و بت‌پرستی کیست؟ کسی که هیچ قانون و ضوابطی را رعایت نمیکند، کسی که از سخنانش تعصب بیرون میآید، کسی که نسل اسماعیل را کنیز و برده می داند ولی نسل اسحاق را قوم برگزیده خدا می داند. برادر عزیز من، خواهر عزیز من، باید واقعا وقتی ما انسان متدینی شدیم باید متدین باشیم به همه چیز، به همه چیز، هر چیزی از ابتدا تا انتها، میانبر نمیشه زد. حتی پیامبران خدا میانبر نزدن، از ابتدا شروع کردن و چیکار کردن تا انتها رفتن. هیچ کدام از پیامبران خدا این کار نکردن و هیچ کدام از ما فکر نکنم مقاممون از پیامبران خدا بالاست. برای همین است که خداوند متعال میگوید که تمام پیامبران خدا را باید قبول کنیم. برای همین است که در قرآن کریم آمده است که هیچ کدام از پیامبران خیانت نکردند. قرآن کریم میگوید. برای همین است که در قرآن کریم آمده است که از بین تمام پیامبران حضرت سلیمان کافر نبود. اینها علت دارد، تمام اینها مقایسه ایست
بین قرآن کریم و کتاب‌های پیشینیان که در دورات چه بوده، در انجیل چه بوده، در زبور حضرت داوود چه بوده، در زمان حضرت نوح چه مسائلی بوده، در حضرت ابراهیم چه مسائلی بوده، در زمان حضرت آدم. اگر هابیل و قابیل را از زمان خود حضرت آدم علیه السلام حتی ما مطالعه کنیم، حتی در تورات هم هست که هر دو برادر، هر دو فرزندان حضرت آدم بودن، هدیه ای آماده کردن به درگاه خدا آوردن، از یکی پذیرفته شد، از دیگری نشد. چرا؟ چه فرقی؟ مگر خدای نکرده خداوند عادل نیست؟ علت چه؟ چرا از یکی پذیرفته می شود، از دیگری پذیرفته نمی شود؟ و ناگهان این شخص برادر خود را می کشد، از بین می برد. بعد ما می بینیم باز متاسفانه دنباله داستان این در کتاب به اصطلاح مقدس جور دیگری آمده است که انسان یه مقدار باز از حقیقت دور می شود. همینجور که ما می‌دونیم خداوند گفته که کشتن انسان اصلاً جایز نیست، اصلاً جایز نیست. نه تنها کسی را شما بیگناه نمی‌تواند بکشید، حتی نفس خود را نمی‌توانید از بین ببرید، حتی نفس خود را نمی‌توانید از بین ببرید. همه در قدرت الهی است. ما موقعی که به این دنیا آمدیم هیچ گونه دخالتی نداشتیم. ما حتی پدر و مادر خود را نمیتوانیم انتخاب کنیم. در کجا به دنیا بیاییم ما نمیتوانیم انتخاب کنیم. ولی وقتی که در این جامعه قرار گرفتیم، وقتی که در این زمین کره خاکی قرار گرفتیم و خداوند پیامبران را برای راهنمایی ما فرستاد، عقلی به ما داد که خود پیامبر ثانی گاهی اوقات گفته شده است، اختیاری رو در به ما داد، ما راه راست، راه کج هم برای ما انتخاب شد. خب میخواهید مورد هدایت خدا قرار بگیرید یا نمیخواهید مورد هدایت خدا قرار بگیرید؟ این دیگه به من شما بستگی داره. انسان عاقل سر خود را به دیوار نمیکوبد. انسان عاقل دور خود وای نمیستد و همینجور کند چرخیدن. عوض این چرخش شما میتونید کارهای دیگر را انجام بدهید که مثبت باشد برای خیر این دنیا و عاقبت آن دنیا. انسان عاقل، اگر انسان عقل در وجودش نبود که اصلا با انسانی که عقل ندارد که نمی شود وارد معامله شد. انسانی که بالغ نباشد، عاقل نباشد، هیچ کس با او معامله نمی کند. یکی از شروط در هر معامله، در هر اجتماعی، به خصوص در این قرنی که ما زندگی می کنیم، شخص باید بالغ و عاقل باشد. این دو شرط را باید داشته باشد. اگر می خواهد فرض کنید ازدواج کند، اگر میخواهید فرض کنید حتی گواهی نامه رانندگی بگیرد، اگر میخواهد در مسئله مالی یه جا شرکت کند، اگر میخواهد در معاملاتی در یه جا شرکت کند، همه اینا ما میبینیم که یکی از شرط و شروطش این است، انسان بالغ باشد، عاقل باشد. خب اگر ما ادعا میکنیم که بالغ هستیم و عاقل هستیم، چرا انسانها را از راه خدا دور میکنیم؟ چرا فتوا میدهیم؟ چرا یکی را به جهنم میفرستیم، یکی را به بهشت میفرستیم؟ از کجا این مسئله فتوا به شما اومده که خود را در آن مرحله میدانید که فتوا میدهید که آقا حج نروید، پولش را بدهید به فقرا؟ قرآن کریم حج را واجب کرده است. به صورت نمونه من عرض می کنم، حج را واجب کرده است.
برای کسانی که استطاعت این کار را دارن در هر کجایی که این حج قرار دارد. خداوند متعال از من و شما آگاه تر است. چیزی رو که ما میدانیم ارزشی ندارد در این ملکوت خدا. بعد ما میاییم و فتوا میدهیم، نه اینجا اجازه نداری چما برای خدا وقت و زمان و مکانی وجود ندارد. خدا علم مطلق است، قدرت مطلق است. پس ما باید در این راهی که به طرف خداوند داریم خودمون رو نزدیک میکنیم انشاءالله، باید به صورت پکیج باشیم، کامپلیت پکیج باید باشیم. تمام قرآن را بپذیریم، تمام پیام پیامبران را بپذیریم، معجزات خدا را بپذیریم، قرآن را بهتر بخونیم، کتابهای مقدس را بخونیم، حقیقت را دریابیم، امر به معروف کنیم، نهی از منکر کنیم، مواظب فرزندان خودمان باشیم که نسل آینده اسلام در خطر نیفته. همیشه با مدرک، دلیل و منطق. خب رسیدیم به آخر برنامه. امروز یه مقدار برنامه زودتر شروع شد، یه مقدار هم زودتر ختم شد. علت مجلسی که برای ختم من باید برم، انشاءالله که بزرگواران ما رو میبخشید، سعی میکنیم که از برنامه آینده سر وقت برنامه رو شروع کنیم و همون موقع هم به اتمام برسونیم. باز من یک بار دیگه از اسپانسری این برنامه، از رویال پالاس و همچنین زمزم مارکت تشکر فراموش میکنم که این عهده‌دار اسپانسری این برنامه ما بودن. خواهش میکنم از شما خواهران و برادران عزیز، به خصوص در این بحکویه که هستیم، تلویزیون اسلامی ایمان را فراموش نکنید. ما نباید هر هفته با هم بیاییم اینو به قول معروف برای شما بازگو کنیم. شما اگر این برنامه رو میبینید، چه در ستلایت، چه در جی ال ویز، چه در باکس های جادو و اینترنت و جاهای دیگه، خودتان همت کنید و سعی کنید که این چراغی که روشن شده با زحمت و سختی مدیران این تلویزیون انشاءالله ادامه بدید. واقعا این وظیفه خود ماست. اگر به درد شما میخورد این مسائلی رو که در این تلویزیون میشنوید استفاده میکنید، به قول معروف باید زکاتش رو هم بدهید. اگر نه، خب دیگه اون دیگه خودتان میدانید و هر جایی که دوست دارید که با اونجا به قول معروف رابطه و ضابطه داشته باشید. از اتاق فرمانم، از جاوید جان تشکر میکنم که کارگردانی امروز ما رو داشتن، از شما عزیزان که برنامه رو دیدید و استفاده کردیم با هم، و همه شما عزیزان رو تا برنامه دیگری به خداوند یکتا میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.